نسبت شرکتی ما بسیار توماتوی کلان کردن دادگاه عالی تاجیکستان جمال الدین رسولوف رئیس سابق شرکت جمال 2012 را با اتهام قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی و ساختکاری حجت ها به 12 سال زندان محکوم کرد. این شرکت قبلا شهروندان تاجیکستان را برای کار به عربستان سعودی میفرستاد. در پرونده مذکور زیاده از 20 نفر جبردگان بودند که بسیاری از آنها را زنهای تاجیک تشکیل میدادند که همه آنها با راه فریب به دام شرکتی مذکور افتیده، آنها را به شایگری عربستان سعودی با صفت خدمتگزاران خانه دعوت میکند و бо гӯё ки музди маоши беҳтарин, шарту шароитҳои беҳтарин, 8 соата рӯзи кори мутаассифона дар асл тамоман дигар хел. Яъне онҳо зиёда аз 24 соат дар он ҷо кор мекарданд ба ҳайси ба монанди ғулом. Баъд таҷрибаи хуб надоштам. Парвандаи ҷиноӣ ин маҳкум 6 сол пеш боз шуд. نظری نزدیکان جمال الدین رسولوف و ادوکات های او تا حال معلوم نیست، ولی منابعی رادیو آزادی که در مرافعه های دادگاهی شرکت داشتند و از این قضیه آگاهند گفتند جمال الدین رسولوف هنگام مرافعه های دادگاهی اتهامات را به اساس و نسبت خود تومت خونده است. این اولین بار نیست که مقامات تاجیک نسبت راههای غیرقانونی جذب ساکنان از جمله دختران و زنان و برخی کشورهای عربی ابراز نگرانی میکنند. با گفته وزارت امور داخلی تاجیکستان، تنها در 6 ماه سال گذشته 53 مورد قاچاق انسان در این کشور به ثبت رسیده است.